آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ به ما پیوستند. خوش آمدید خانم امینی. در دو سالگی خیزش زن زندگی آزادی، زنان همچنان در مبارزه با حکومت برای تحقق مطالبات خودشون هستند. خیزش مهسا چه تأثیری گذاشت بر مبارزات مدنی زنان در ایران؟ سلام به شما و همه بینندگان ما در این لحظه. ببینید، بعد از گذشت دو سال باید خیلی واقع بینانه به شرایط نگاه بکنیم، داشته ها و نداشته هامون رو بگذاریم برای قضاوت خودمون و قضاوت تاریخ. به نظر من دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از جنبه مثبت اون، بخشش به درون ایران، به همبستگی که بین مردم ایجاد کرد، به گفتمان، به در واقع تغییر گفتمان سیاسی اجتماعی که در مورد جنسیت و برابری جنسیتی ایجاد کرد و یک جنبشی رو که همواره محدود به فعالان حقوق زنان و زنان جامعه ایران بود، تبدیل کرد به یک جنبش سیاسی اجتماعی ملی که نه تنها در داخل ایران که در خارج از ایران هم تأثیر خودش رو گذاشت. نگاه ایران رو به مسئله زن مسلمان تغییر داد، نگاه دنیا رو نسبت به در واقع آنچه که فرهنگ زن مسلمان و فرهنگ جامعه مسلمان خوانده میشد تغییر داد و بخشی از خشونت سنتی رو که حکومت دینی به زنان تحمیل میکرد رو پس زد. دستاورد دیگه، جدا کردن مفهوم در واقع دولت ملت در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران در نگاه دنیا بود، یعنی آن چیزی رو که شما به نام ایران میخواندین اما در واقع حکومت ایران رو نشانه میگرفت رو از هم جدا کردین. امروز دیگه بسیاری از حتی سیاستمداران دنیا وقتی که در مورد ایران حرف میزنن سعی میکنن که تفکیک بکنن مردم ایران رو از جمهوری اسلامی. بنابراین خودش یک دستاورد بزرگ بوده. دستاورد دیگه سبک زندگی مردم و سکولار شدن جامعه هست. حکومت سکولار نشده، ما تغییر عمده‌ای در شکل حکومت نداشتیم. واقعیت هست تغییر عمده‌ای در قوانین زن ستیز، در قوانین انسان ستیز جمهوری اسلامی نداشتیم، اما سبک زندگی مردم بسیار تغییر کرده. اما در کنار این همه اینها باید به یک سری کمبودها یا چیزهایی که نداشته های این جنبش هم اشاره بکنیم. هر جنبشی به خصوص وقتی که ایدئالش، آرزوش گذار از شرایط موجود، گذار از دیکتاتوری موجود هست، باید بتونه تشکل سازی بکنه، باید بتونه احزاب سیاسی رو درون خودش در واقع متشکل بکنه، ایجاد بکنه، پرورش بده. خب ما به دلیل سرکوب سیاسی و در بیرون از ایران به دلیل از همگسیختگی روابط اپوزیسیون یا باز هم دخالت و شکاف سازی و تفرق سازی جمهوری اسلامی در این زمینه همچنان ضعف داریم. بنابراین قدرت اصلی جنبش زن زندگی آزادی مردم و سبک زندگی و تغییراتی هستن که مردم و بدنه عمومی جامعه ایرانی ایجاد کرده. ضعف ما در اون هست که ما هنوز نتونستیم تشکل‌های سیاسی که بتونن ائتلاف و اتحاد ایجاد بکنن برای جانشین سازی جمهوری اسلامی در واقع نداشتیم. از طرف دیگه هم خب جنگ خیابانی خامنه‌ای با زنان ایران همچنان ادامه داره. هر روزم به یه روشی تازه مخالفان حجاب اجباری رو دارن سرکوب میکنن. چقدر این سرکوب ها قادره بر اراده زنان برای ایستن به مطالباتشون غلبه بکنه؟ ببینید، ما از روزی که ویدا موحد روسریش رو برداشت و در خیابان انقلاب ایستاد تا به امروز به طور دائم شاهد این بودیم که خشونت جمهوری اسلامی علیه جامعه زنان، علیه جامعه پیشروی زنان، علیه زنانی که مقاومت و ایستادگی رو روزانه تجربه میکنن، نه تنها یک قدم عقبتر نرفته که بسیار جدیتر و خشنتر و حتی سازماندهی تر شده. اما در کنار اون آیا این تأثیر گذاشته؟ ما میبینیم که در ادامه همون کار انقلابی ویدا موحد جنبشی چنین زنده، چنین بزرگ و هدفمند شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. زنان بسیاری جانشون رو از دست میدن، مردم بسیاری جانشون رو از دست میدن، جوانان بسیاری هزینه‌ای مثل چشمشون رو، مثل بدنشون رو قربانی میکنن، در واقع قربانی نمیکنن، از اونها گرفته میشه
با اجبار و خشونت و با استبداد گرفته میشه. اما اگر قرار بوده که همون جوانها بگیم سرکوب شده و قربانی شده خودشون رو دیدن، امروز شاهد عزیزانی نبودیم که جلوی دوربین میستن میگن ما یک چشممون رو دادیم اما همچنان ایستادیم و مقاومت میکنیم. بنابراین باید پذیرفت، دنیا و تاریخ میپذیره که مردم ایران ایستادگی رو واقعا در شجاعانه ترین شکل خودش تجربه میکنن و در کنارش جمهوری اسلامی، اگرچه ظاهرا در همین انتخابات‌های اخیر خامنه ای به ظاهر نشون داده که عقب نشینی کرده از بسیاری از در واقع محدودیت هایی که قبلا پیشتر تحمیل میکرده، اما مردم باز حتی به اون هم اعتنایی نمیکنن. یعنی تغییرات اندک فریبکارانه در حکومت نمیتونه مردم رو فریب بده. مردم ایستادن سر خواسته هاشون، سر اهدافشون، و این اهداف تا وقتی که بهش نرسن به نظر من پا عقب نمیکشن، چه سرکوب بشن، چه اعتراض خیابانی باشه، چه نباشه. شما وقتی سکولاریزم رو، وقتی جدا شدن از حکومت دینی رو در عمل تجربه میکنین، این یک آگاهی هست که هرگز از شما پس گرفته نخواهد شد. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما، متشکرم.